حدوداً ساعت 6 غروب بود و هیچ کس تو خرابه های برلین بیرون نبود. منم اومده بودم دنبال غذا برای مادر مریضم. هوا هم داشت کم کم تاریک می شد. اون موقع فقط 14 سالم بود. از دور مردی دیدم که به من اشاره کرد و گفت بیا پسر کوچولو، یه کار خیلی مهم باید برام انجام بدی. من ترسیدم ولی رفتم پیشش. اون مرد به هم کاغذی داد و گفت این یک نامه خیلی محرمانه است که باید برسونی به دست دوستم که تو خیابون 57 زندگی میکنه. فقط نامه رو به هیچ کس نده، خودت هم بازش نکن. منم که فهمیدم موضوع مهمی تو نامه است، به سرعت داشتم میرفتم به سمت اون خیابون که یاد مادرم افتادم. هوا تاریک شده بود و من براش غذا نبرده بودم. یه پلیس پیدا کردم و براش جریان رو توضیح دادم و ازش خواستم به جای من بره اون نامه رو به مرد بده و نامه رو به هیچ وجه باز نکنه. پلیس نامه رو از من گرفت و باز کرد و وقتی نامه رو خون از ترس رنگش پرید و به من گفت عجله کن، ما باید به اونجا بریم. منم همراهش رفتم و به آدرس مورد نظر رسیدیم. یه زیرزمین بود که وقتی وارد شدیم بوی بسیار بد مرده و گوشت به دماغ می‌خورد. یه مرد اونجا بود که به پلیس حمله کرد ولی پلیس کشتش. اونجا پر از اجساد بچه و زن بود. وقتی برگشتیم بالا پلیس نامه رو به من داد و من خوندمش. با خوندنش کل بدنم یخ کرد. توش نوشته بود اولیور عزیز، این آخرین نفره که امروز برات میفرستم. لطفاً به گوشت ها نمک بزن که خراب نشه. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این داستان هم خوشتون اومده باشه. اگه از این داستان ها و ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک هم فراموش نشید. خیلی ممنونم. تا بعد، فعلا.